آره. درست میگی فریبا. برای دلم خیلی گرفت. خیلی سخت. دلت گرفته یا تنگ شده؟ تنگ شده. زندگی مزخرفی دارم من. به جای اینکه الان اینجا کنار هم دیگه باشیم، دور از هم دیگه. من افتادم اینجا، تبعید شدم. دو سه روز دیگه مدرسه باز میشه. مشغول میشه. اینقدر فکرای بیخود نکن. سبتونم کردی؟ آره، تو نگران نباش. باشه، نگران نیستم. فقط زود به زود با من تماس بگیر. من زنگ میزنم ولی اغلب تماس برقرار نمیشه. من که کلن کارم شده اینجا دنبال آنتن نویدن. الان اینجا خوبه، یک باره میره جای دیگه. کلن آنتن دیگه اینجا ضعیفه. آخر شبه اگر بیدار باشی، اینترنت اینجا خیلی قوی میشه. میتونیم با هم تماس تصویری داشته باشیم. خودم بیدار بودم بهت زنگ میزنم. میدونی که من اغلب شبا زود خوابم میبره. این عادت از بچگیم داشتم. 9 شب لالا. خوش به حالت. من که اصلا خوابم نمیبره. ای کاش اینجا بودی. هستم. من اونجا. هر طرف نگاه کنی منو میبینی. الان یه دور کامر اطرافتو نگاه کن ببین چی میبینی. سعی میکنم ببینمت. سعی میکنی؟ نمیبینی؟ دیدی؟ بله. بگو. بگم. بگو. گوسفند. خیلی پستی ستار. گوسفند؟ یعنی تو من تو جلد گوسفند میبینی؟ من دیگه کار دارم، باید برم. ناراحت شدی؟ چقدر بی‌ظرفیتی. خب دلت میخواست بهت دروغ بگم. گوسفند دیدم دیگه. نه، ناراحت نشدم. من ظرفیتم بالاست. شما ظرفیتتو ببر بالا. الانم دیگه باید برم. دیرم شده. حالا دیرتر برو. نمیتونم، بهت زنگ میزنم. خدا نگهدار. خدافظ. مکسم جان، کی گفته ماشین رو بشوری؟ کسی بود آقا. وظیفه شو آقا معلم. فکر کنی منو خواهره دار. از الان بگم لباس چرکاتون ندیم من بشورم ناراحت میشم. شما محبت دارین، لازم به زحمت نیست. چه زحمتی؟ ماشین لباس شویی دارم. مثل قدیم نیست که لباس ها رو میندازم توش خودش میشوره. ماشین لباس شویی ما مدل جدیده، خوشگم میکنه. بله دیگه، تکنولوژی. آقا نظیر رو ولکنی هزار تا کار میکنه. میخواست برای من ماشین ظرفشویی بخره. گفتم مردم میخندن، دست نشکسته که. از دیروز غروب بچه ها یکی یکی دارن میان. شما سعی کنید تو هر اتاق یه تخت اضافه بذارید. آقا هلال احمر 50% اتاقا را در اختیار خودش گرفته. فقط 50% را به ما داده. یعنی 50% اتاقا خالی اونجا افتاده، به ما نمیده. خب پیلوز جان، هلال احمر حق داره. حادثه خبر نمی کنه. باد و باران و زلزله میاد. اونا باید به فکر تدارک خودشون باشن دیگه. حالا من ازشون خواهش میکنم که بتونم یکی دو اتاق اضافه بگیرم. اما از این امکانات موجود نهایت استفاده رو کنیم. عرض کردم خدمتون، تو هر اتاق یه تخت اضافه بذاریم. جان نداریم آقا. همون تختایی که اونجا هستن اضافه ان. اون وقت زمین دیگه جا نمیمونه که بچه‌ها اونجا کتاب بخونن. حالا اگر جا شد، شما میدونید پیله برجان، خیلی از این بچه‌ها خونه‌شون تا اینجا فاصله زیاده، پس برای زمستون برف چجوری باید بیان؟ همین محمد عباسی نژاد وضعیتشو میدونی؟ این تخت نمیخواد، حتما لازمه دیگه. باش، حرف شما قبول. اون وقت پیمانه چیکار بکنه؟ آقا ما نباید که کیفیت را فدای کمیت بکنیم که. اون وقت دوست داری آخر سال یک لشکر دانش آموز رادیو تجدیدی داشته باشی؟ چه سوالیه، معلومه دوست ندارم. از اون برم که مرتب داری به من هی تذکر میدی که آقا حواست باشه، غیر از آب و خوب و خوراک این بچه ها حواسش به درسشون هم باشه.
اون که باید باشه پیلور جان. من به اولیا یا به دانش آموزا که این حرفا رو نمیزنم. تو خودت دیدی قرص و محکم وای میستم میگم الا بلا خوابگاه یه ظرفیتی داره. دارم به شما این حرف رو میزنم. چشم. چشمت بی بلا. پیلور جان یک کمم ارتباط رو با این دانش آموزا بیشتر کن. نظم و قانون خوبه ولی نه دیگه اینقدر خشک. استاد من خشکم؟ من کی گفتم شما خشکی؟ سلام. سلام آقای امیدوار. سلام آقای. احوال شما؟ خوب هستین آقای هیلبرد؟ بفرمایید. مزاحم نباشید. خواهش می‌کنم شما مراحمین. بفرمایید. ساسان سه تا چایی برای ما بیار. خیلی خوش اومدید. من کی گفتم شما خوشگی پیلبرد؟ شما که بین جمع ما را از خنده میکشی. منظورم اینه که بین خوابگاه و بچه هم یک کم اینجوری باش. نفرمایید آقای کاکرودی. اگه این بچه ها خنده منو ببینن واویلا میشه آقا. این مردم تو خانه هاشون نمیتونن دو تا بچه را تربیت بکنن. اون وقت من چطور این همه بچه ها را باید تربیت بکنم آقا؟ مشکل همینجاست. شما مسئول خوابگاهی، مسئول تربیت بچه ها که نیستی. عرض بنده اینه که در مواجهه با بچه‌ها شما از روش‌های بهتر و ملایم‌تر استفاده کنید. اینا از خونه‌شون کنده شدن اومدن اینجا، غریبن، نسبت به هم دیگه هزار جور مشکل دیگه دارن. کاری کن بچه‌ها تو رو دوست داشته باشن. آقای کاکرودی من خیلی ارادت دارم خدمت شما، ولی واقعا اگه از من راضی نیستی همین الان گزارش بنویس که من از اینجا برم. بفرما تا میایم دو کلم حرف بزنیم بهت برمی‌خوره. من از شما راضیم آقای پیلور. خب آقا اگه از من راضی خب بذار کارمو بکنم، راه خودمو برم دیگه آقا. برو برو، اصلا من غلط کردم با شما صحبت کردم. خوب شد. کجای آقای امیدوار؟ در خدمتم. چای آوردم آقا، بالله با لوچتون بازی کنید. مکساسان این چه ادبیاتی در حرف زدن؟ ببخشید قربان. سلام جناب آقای کاکرودی. جان تقاضای بنده شما اینه که موقع برنامه‌ریزی کلاس ها انصاف رو رعایت بفرمایید. چه انصافی هایی سیکرو؟ حق بنده نیست که بعد 15 سال خدمت تدریس کلاس های من هشت دوب باشه بقیه دوستان در ببرد. منظورش من هستم. منظور من شما نیستی که آقا. من که هنوز برنامه رو ندیدم. سال تحصیلی شروع نشده اخلاق ما رو چرا تقلیدش میکنی؟ من از شما معذرت میخوام، این جوان منظوری نداشتن. بفرمایین با همین بیسکویت دهنتون رو شیرین کنین. آقا بفرمایید. بفرمایید چایی خدمت شما. بذارید. سلام، بشین سر جات درس تو بخون. حلیمه خانوم، حلیمه خانوم، بچه ها رو جمع کن کارشون دارم. در ضمن این چه وضع کفش هست؟ بگو بذارن تو جای کفشی. سعی کنین اسامی رو خانه بنویسین. از یک تا سه نفر رو میتونین تو برگاهاتون یادداشت بکنید. من امسال فکر کردم که مسئولیت اصلی خوابگاه رو بدم دست خود شما. در واقع شورای مدیریتی تشکیل میدیم. هر کس که بیشترین رأی آورد میشه رئیس. یک نفر معاون، یک نفرم بازرس. نوشت علی میخوان. حلیمه خانم حواست باشه هر کسی یه دونه برگ بندازه ها. آخرش میشموریم. چشم خانم. حلیمه خانم گلدون رو بذار روی میز من. چشم.
منم میرم دفتر. نتیجه آرا رو میزنم رو تابلو. خانم، نمیشه برای شمارش آرا ما هم یه نماینده داشته باشیم؟ به من شک داری؟ نه خانم. با این حال نماینده هاتون رو بفرستین دفتر. حلیمه خانم، آرا رو روی میز من خالی کن. بیان بچه بشمولیم. بشمولیم ببینم. خوبی حلیمه خانم؟ بایستیم دیگه، بذار اول من اسما رو بنویسم بعدن. گلنار، کیا بودین؟ گلنار، سارا؟ خب، نه، اونایی که خودشون رو میخواستن شورا بشن. سارا دیگه کیه؟ خب، لیلی. خب، گلنار چند تا؟ یک گلنار. بعدی کیه؟ گلنار دو. بچه بوده میره اصلا میشه رو معلوم شد. بچه بوده میره اصلا میشه رو معلوم شد. خب بچه ها، اسامی شورا رو اعلام کردیم. خب خانم سارا تندخو نفر اول، خانم لیلی نمدپوش نفر دوم، و گلنار غلامی نفر سوم. برید کنم، برید کنم. اینجا آدم شده. خب بچه ها، شما سه نفر بیاید بریم توی دفتر. بیاید ببینم. تبریک میگم. ممنون خانم. تبریک میگم. ممنون خانم. شما هم تبریک میگم. ممنون خانم. خب بچه ها، ما پارسال سال خیلی خوبی داشتیم. امسال هم مطمئنم با وجود شما سال بهتری داشته باشیم. فقط یه خواهشی از همتون دارم. هوای هم دیگر رو داشته باشیم. به هم احترام بذارین که بقیه هم به شما احترام بذارن. خب؟ چشم. آفای. منم تمام سعیم میکنم خانم. باش. بفرمایین تو اتاقاتون. بعد از ساعت خاموشی هیچ کی حق نداره که بیدار باشه. اگر مسئولان اتاق‌ها گزارش کنن که یکی بیدار شده، شخص خاطی یک امتیاز منفی میگیره. من مثل خواهر بزرگتر شما هستم. هر کسی مشکلی داشت بیاد پیش من. من قول میدم که به شما کمک بکنم. بیدار باش، اذان صبح بچه‌ها در جریان باشه. هر کی اذان صبح بیدار نشه و مسئول اتاق گزارش بکنه، یک امتیاز منفی میگیره. کسایی که سالای گذشته اینجا بودن میدونن که من چقدر مواظب همه هستم. من قول میدم مثل خواهر بزرگتر از همه شما نگهداری بکنم. بازم بهتون میگم، هر کس تو این فاصله اگر نهار و شام نخوره، بازم امتیاز منفی میگیره. ببینید بچه‌ها، یکی از رکن اساسی این خوابگاه اینه که شما باید نظافت را رعایت کنید. اتاقای شما باید نظافت داشته باشه، مثل آینه بدرخشه. هر کس نظافت را رعایت نکنه، یک امتیاز منفی میگیره. مسئول اتاق 5 امتیاز منفی میگیره. من به شما کمک میکنم تا شما بالاترین نمره ها رو بگیرید. شما باید نمونه باشید. تک تک شما ها به سادگی به اینجا نرسیدید. مشکلات خانوادگی، اجازه دادن خانواده هاتون برای ادامه تحصیل. آقا، هر کی رو اگر دزدکی خلوتی به این خوابگاه راه بدین، 50 امتیاز منفی داره. اگر یک بار بشه، دو بار بشه، سه بار بشه، به اشد مجازات محکوم میشه، یعنی اخراج از خوابگاه. هر کی میخواد به این خوابگاه ورود خروج بکنه، هیچ کی نباید این کارو بکنه جز آقای حجت. هستن دخترایی تو این خوابگاه که الان در حال تحصیل برای دکترا هستن. بودن بچه‌هایی تو این خوابگاه که تو رشته‌های مختلف فارغ التحصیل شدن. شما باید ثابت بکنید که از پسرا هیچ چی کمتر ندارید. این باید مد نظر شما باشه. پریدن تو حرف مدیر 10 امتیاز منفی داره. و اما امتیاز مثبت. اصلا نیازی نیست شما امتیاز مثبت بگیرید. چه بهتر از این که تو همین خوابگاه هستی؟ از این بالاتر امتیاز مثبت میشه؟ فقط یه خواهشی از شما دارم، به اصول اداری و نظم این خوابگاه احترام بذارید.
چون اینجا فقط برای درس خوندنه، نه یه چیز دیگه. شما فکر نکنید من آدم خشکی هستم، اتفاقا من آدم خیلی مهربانی هم هستم. هر کسی مشکلی داشت میاد پیش من، قول میدم به شما کمک میکنم. اگر در اتاقتون مشکلی پیدا شد نتونستین حل بکنین، اول ورود میکنید به کی؟ به مسئولانتون. اگر مسئولانتون حل نکردن میایین پیش این دوتا ارشد، اگر ارشدم حل نکرد میریم پیش آقای حجت، اگر حجتم حل نکرد تشی میریم پیش من. اگه بازم حل نشد چی آقا؟ پسر جان اگر من نتونم مشکل یا حل بکنم باید بره دادگاه لاهه، فهمیدی؟ شما امیدهای کشور ما هستید، باید تلاش کنید، بیشتر از بچه های شهر، بیشتر از اونا که امکانات زیادتری دارن، کلاس های کنکور میرن، آموزشگاه های خصوصی میرن. شما چون اون امکانات رو ندارید بنابراین باید زحمت بیشتری بکشید تا از اونا جلو بیافتید. مثل فرشته که خدا رو شکر الان سال آخر دکتریه. من به عنوان برادر بزرگتر از شما میخوام که تلاش کنید و استفاده کنید از این همه امکاناتی که در اختیار شماست، از این همه دبیران تراز اولی که در اینجا مقابل شما حضور دارن و در خدمت شما. الان که وضع خوبه، موتور هست، ماشین هست، زمان ما این خبرها نبود. ما باید از خونه راه می افتادیم پای پیاده در گرما و سرما تا به دبیرستان می رسیدیم و باز برمیگشتیم. خوابگاه کجا بود؟ الان اگر می بینید مدیر دبیرستان به این بزرگی هستم، صرفا به خاطر تلاشی بود که داشتم. یه موقع حمله بر تقصیر نشه، از خودم نمیخوام تعریف کنم، مثل از خودم میزنم که به کسی بر نخوره. آقای امیدوار بفرمایید. آقای امیدوار بفرمایید. آقای امیدوار بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرم. خالش ایشان آقای امیدوار هستن، دبیر جدید شما. ایشان میتوانند در رشته های فیزیک، درس های فیزیک، شیمی، ریاضی و حتی زبان تدریس کنند و در خدمت شما باشند. آقای امیدوار از نخبگان دانشگاهی هستند و ما توفیق داریم که در خدمت ایشان هستیم. دیگر دبیران که معرف حضور هستند و نیاز به معرفی نیست. حالا با اجازه شما و همکاران من زنگ روز اول مدرسه رو به صدا در میارم و شما آرام با افتخار تشریف برید کلاس. ساسان چکش رو به من بده، همکارا تشریف بیارن اینجا، عکس هم میخوام بگیریم. ساسان چند تا عکس خوب زحمت بکش. بفرمایید همکارا، بفرمایید بفرمایید. اینجا بایستیم. آقای امیدوار شما بهبه. ساسان زنگ بزنن. بسم الله الرحمن الرحیم.
یونس چیکار داری میکنی؟ چی داری میدی به ملاقات؟ دارو مریضه. مگه نگفتم به داروهای من دست نزن؟ من دکترم. تو دکتر نیستی یونس. به داروها دست نزن وگرنه تنبیهت میکنم. ها بیا اولاغت ها بابا. چه خبره؟ چی شده؟ زیادی بهش رو نشان دادم داشت به اولاغش دارو میداد. چه دارویی؟ ضد نفخ. براش خوبه که یونس جان یه برات شکلات آوردم. نخواه من دیگه دکتر نیستم فهمیدی؟ باشه یونس چرا گریه میخونی؟ بیا اینو بخور شیر خمشی. یه روز که آدم حالش گرفته است همه چیز حالگیره. تازه رسیدی به درصدی از حال من. هر روز و هر ساعت حالم خراب و خراب. دکتر کجا میخواستی بریم؟ من وقتی حالم گرفته میشه میرم یه جا با خودم یه ساعت خلوت میکنم. تلکویی که احمد علی میگفت؟ تلکو هم میرم ولی برای خودم یه خلوتگاه دارم. پس من دیگه مزاحمت نمیشم؟ نه بیا با هم بریم. مطمئنی؟ بریم. باید قبل رفتن درم ببند که با هم بریم. شب که از همه جا بریده بودم ماشین رو برداشتم و راه افتادم. نمیدونستم کجا میخوام برم. فقط میخواستم برم گمشم. میخواستم از زندگی فرار کنم. میخواستم از نفس کشیدن فرار کنم. بی اختیار پیچیدم توی فرعی کوهستانی. باریکه ها رو اومدم رفتم تا جاده آسفالت تمام شد. رسیدم به جاده خاکی. هیچ جاره نمیدیدم. آرام آرام خوابم گرفت. نمیدونستم کجا بودم. یه گوشه نگه داشتم. در جا خوابم برد. صبح نور گرم خورشید که به صورتم میتابید بیدار شدم. چشمامو که باز کردم دیدم تو بهشتم. انگار توی بهشتی نه؟ آره خیلی قشنگه. چه حسی داری؟ گفتم که قشنگه. به طور اونجا رو دیدی؟ دیوار کشیدن میخوام ویلا بسازم. چشمات بسته از آقا معلم. خب بعدش چشم اصلا چرا شبانه زدی به جاده؟ میشه یه لحظه تنهام بذاری؟
زبان انگلیسی مشکل داریم. از پایان فقط در حد گرامر یه چیزایی بهمون گفتن. مشکل اصلی بچه ها توی کنکورم زبان انگلیسیه. خدا رو شکر خانم سیاه‌سنگی ادبیات فارسیمونو خوب بردن بالا. شما باید توی زبان انگلیسی بهمون کمک کنین. یعنی اگه میشه. قولشو میدم. البته به شرط اینکه آقا به چه شرطی؟ آقا ما قول میدیم شما رو ناامید نکنیم. آقا اگه کمکمون نکنین تو کنکور عقب میافتیم. بله آقا تو رو خدا. من به توانایی شما بچه‌ها شک ندارم. همین امروز انشاءالله ازتون امتحان تعیین سطح میگیرم تا ببینم تو چه وضعیتی هستین. سلام. سلام. من میتونم سر کلاس شما بشینم آقای امیدوار؟ اختیار دارین. راستش من میخوام امسال کنکور شرکت کنم برای لیسانس. چه عالی. به افتخار خانم. بفرمایید. شما باعث تشویق بچه‌ها میشین. والا خیلی وقت دارم بهش فکر میکنم. هر کمکی از دست من و بچه‌ها بر بیاد دریغ نمی‌کنیم. کلاس زبان شما هم تشکیل بشه من حتما شرکت میکنم. میترسم به معلم زبان شما بر بخوره. آقا خودش بنده خدا هیچی سرش نمیشه. فرق بین فود و فوتو نمیدونه. اصلا چه نیازی داره که ایشون بدونن؟ شما کلاس تقویتیتون رو برگزار بکنید. اجازه بدید فکر کنم. شما هم لطفا سر فرصت به سوالا جواب بدین تا ببینم تو چه سطحی هستی. چشم. از الان یک ساعت وقت داریم به سوالا جواب بدیم. شروع شد. بچه کاغذ قلم دارید؟ بله. برای امتحان میگم. امروز میخوام ازتون امتحان بگیرم تا سطح کلاس دستم بیاد. آقا اجازه؟ بفرمایید. آقا نمره رو به اولیام نشون میدین؟ نه، فقط برای تعیین سطح. برای خودم. در ضمن استفاده از ماشین حساب تو کلاس من آزاده. دوم این که نمره های شما رو نه به دفتر میدم نه به اولیا. به شاگردای دیگه هم نشون نمیدم. فقط برای شاگردا پیامک میکنم. به افتخار آقا. اما و اما هر دو هفته ازتون یه امتحان میگیرم. نمرات طول یک سال جمع و تقسیم به تعداد امتحاناتتون میشه. میانگین نمرات میشه نمره نهایی. به به، حالا دست بزنید. یعنی طول سال در حال امتحانید. آقا آخه اینطوری که جان ما گرفته میشه. آها، حالا یه حرف جدید. به شرط اینکه به کسی نگید. من هیچ کدوم شما رو تجدید نمی کنم. به همه تون نمره قبولی رو میدم. اگر به درس من خوب گوش کنید و درست کار کنید و خوب تمرین کنید، قول میدم تو بهترین دانشگاه بتونید نمره قبولی رو بگیرید و قبول شید. دیگه کنکور که سهل است. با هر کسی از پایه خودش شروع میکنم. فقط خواهش میکنم ازتون که نترسید. خیلی خوب. لطفاً بنویسید. سوال اول. اینو به دو روش حل کنید. یک روش دلتا، دو روش تجزیه. شروع کنید. من آقا. بخونید. برای تو می نویسم. برای تو که قرار است سالها بعد به دنیا بیایی. تویی که قرار است به اندازه تمام بغضهای من بخندی و به اندازه تمام نداشته هایم داشته باشی.
از کنارش رد شدم. در آینه ماشین پشت سرم رو دیدم. پیرمردی با لباس مندرس و خاکی به ماشین من که در حال دور شدن بود زل زده بود. ناخودآگاه پایم رو از روی گاز برداشتم. انگار چیزی مرا به سمت پیرمرد کشید. خوشبختی درون دل آدم هاست. خوشبختی هر چیزی میتواند باشد. خوشبختی همان چیز ساده ای است که حال دلت را خوب میکند. خوشبختی خود توی. خوشبختی منم. خوشبختی نگاه مهربان خود است. آفرین. دیگه؟ خیلی خوب بود بچه هم. مهم نیست که شما چی می نویسید. مهم اینه که شما شجاعت داشته باشید. نترسید. نوشتتون رو برای دیگران بخونید. حالا اگر دو تا جملهشم اشتباه بود هیچ اتفاقی نمی افته. مهم سوال قصه است. تو تمام این قصه ها من دیدم. آفرین به شما. آقا ببخشید. من دو تا رمانتون رو برداشتم. تابستون بخونم. برداشتن کتاب بدون اجازه معنیش چیه؟ دزدی محترمانه. دزدی محترمانه داریم؟ دزدی دیگه آقا. حالا یه بحث جدید. جرم دزدی چیه؟ آقا بسته به دزدی داره. باید ببینیم طرف تخم مرغ دزدیده یا شتر. عاقبت تخم مرغ دزد میشه شتر دزد. خب اصل عمل یکیه. ولی جرمش یکی نیست. باید دید شرایط دزد چی بوده. آدم رو که خارج از جامعه نمیشه تعریف کرد. سلام. یعنی اگر یه نفر برایش سیر کردن شکمش دزدی بکنه حلاله؟ حکم شهریشو نمیدونه. همه این امور نسبیه. بنا به شرایط باید تعریفش کرد. حالا اصلا بستر چی هست؟ آقا من یک کتاب برداشتم بدون اجازه. تابستون خوندم بعد برگردوندم. الان این دزدی هست یا نه؟ کار خوبی کردی. هر کس دیگه این کارو بکنه من حکم میدم ثوابه. البته به شرط این که کتابو برگردون. آقای معلم، حکم دادن هم آسانه هم سخت. الو. سلام. چاچم. کجا میتی؟ آقای امیدوار. شما تشریف ببرید منزل من. مکالماتون تموم شد تشریف بیارید. فریبا باورت نمیشه. دارم دیوونه میشم. دیگه چرا؟ کلاسات که شروع شده مگه نشده؟ چرا شده؟ خب دانش آموزا چطوره؟ فکرشو نمی‌کردم انقدر خوب باشن. دکتر عباس اثر روی بچه‌ها گذاشته. همه بچه‌ها اهل مطالعه و کتاب شدن. خیلی جالبه. خب خدا رو شکر بالاخره تو یه چیز اونجا تعریف کردی. نمی‌فهمی چی میگم. نمی‌فهمم؟ منظورم از فهم نادانی نیست خانم. تا تو موقعیت من قرار نگیری متوجه حرفای من نمیشی. ستار من دیگه باید برم. فکر کنم دیگه اصلا تا الان کلاسم هم شروع شده. دیرم شده. اگه وقت نداشتی برای چی زنگ زدی؟ خب دیگه زنگ نمیزنم. نه بزن. فریبا. بله. هر وقت خواستی بری رشت به من زنگ بزن بیام دیدنت. باید باید حرف بزنم. ستار الان که تازه کلاس ها شروع شده. گفتم هر وقت. باش. بای. سلام آقای دکتر. سلام ستار. سلام آقای دکتر. سلام آقای معلم. سلام. سلام. به نان تازه. دست شما درد نکنه. مریم خانم خوبه؟ نه. ای چرا؟ میخواست برای شما بیاد پیش شما بمونه ولی مادرم اجازه نداد. مادرت راست میگه. هر کسی شب باید خونه خودش بمونه. پس چرا شما خونه دکتری؟ راست میگه. ولی آخه من آوارم کسی رو ندارم پیشش بمونه. اینجوری نیست دخترم. ستار مهمان منه. من ازش خواستم بیاد. آدم بعضی شبا میتونه بره مهمانی. رضا. مریم. بیا خانه. دکتر، آقای دکتر، پیاز آوردم براتون. دست شما درد نکنه، ببخشید. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. حالا حاضر میشه. به به، عجب عطر میده. بوی نان حال آدمو جا میاره. عجب نانی میپزه این خانم سیاسنگی. استاد انبار نانه.
فقط حیف بنده خدا دیگه دل و دماغ ندارم. مثل شما که آدم تو قیافت نگاه میکنه افسردگی میگیره. انگار اینجا برات زندانه. نه اینطور نیست. سعادتی نسبت ما شده که با شما آشنا شدیم. ولی چهره دینو نمیگه. راست میگم. باید تصمیم بگیری. یه تصمیم قطعی. نمیدونم والا. اون دلم که با فریباست میگه برم. ولی یه طرفی هم اون دلی هم که با پدرمه میگه نرم. حالا کدوم راست داره؟ حرف دل یا حرف پدر؟ پدرم با حقوق بخورنویر ما رو بزرگ کرده فرستاده دانشگاه. هیچ وقت نذاشته ما احساس کم بود بکنیم. هیچ وقتم از من هیچ چیز نخواسته. هر وقت من هر چیز خواستم برای من سریع مهیا کرده. حالا به هر طریقی که شده. الانم که فقط تنها خواستش بعد از عمری اینه که من اینجا یک سال بمونم. واقعا شرمنده شم. با این وضعیتی که تو داری نه به درد اینجا میخوری نه به درد اونجا. هر وقت تصمیم قطعی گرفتی که بری به من بگو که کمکت کنم. میخوای از شر من خلاص بشی؟ ماندن تو این وضعیت برزخی اصلا به نفع این بچه های بیچاره نیست. اونا به کمک تو خیلی دلخوش کردن. باید تکلیفشون روشن کنی. کاری دست شما بر نمیاد. یه آشنایی دارم که رو حرف من حرف نمیزنم. به من مدیونه. شاید از مرگ نجات داده باشمش. کاری دستش بر میاد؟ اسمشو نمیگم ولی 100%. واقعا این محبتتون رو نمیتونم فراموش کنم. فردا میخوام ببرند یه جای فوق‌العاده. بهشت کوهستان. تلکو که احمد علی میگفت. تلکو هم اگه خواستیم بریم قبلش بهت خبر میدم. البته اگر اینجا باشی. نه میخوام بریم دنبال داروهای گیاهی بگردیم. پس کی دنبال کار من میریم؟ یه هفته فکر بکن بعدا تصمیم بگیر. نزید خواب میدیدین؟ نترسید نترسید. بر لوح دل